عرض ادب و احترام دوستان، به استریوی سلام آبا خوش اومدید. امروز با آنباکس و معرفی ارزون قیمتترین ساندبار سونی موجود در بازار ایران در خدمت شما هستیم. ساندباری که مناسب اون دسته از افرادی هستش که تلویزیون برند سونی خریداری کردن و خب در کنارش هم دنبال یک سیستم صوتی یا ساندبار از برند سونی هستن که قیمتش خیلی خیلی مناسب و پایین باشه و در کنارش هم کیفیت صدا و بلندی صدا یه نسبتاً قابل قبولی داشته باشه، که رنج قیمتی این ساندبار الان حدود 5.5 تا 6 میلیون تومان این دستگاه قابل خرید هستش. با من همراه باشید با آنباکس و معرفی کلی این ساندبار خوش قیمت برند سونی. خب اینم از جعبه و بسته بندی این ساندبار که ملاحظه میکنید برند سونی مدل HTS100F که اینجا مدل کامل دستگاه نوشته شده، 120 وات هستش. اینجا هم ویژگی کلی دستگاه نوشته شده، اتصال به HDMI بلوتوث. اینم که تکنولوژی های صوتی دستگاه هستش که ملاحظه میکنید. خب بریم با هم دیگه داخلش رو باز بکنیم ببینیم چه اقلامی همراه این ساندبار خوش قیمت هستش. خب اینجا ما یک کابل برق رو داریم برای این ساندبار که ملاحظه می‌کنید. این از ریموت کنترل دستگاه به همراه یک چوب باتری این قدمی که برای ریموت کنترل تعبیه شده. اینجا که دفترچه راهنمای کار با دستگاه و نصب ساندبار بر روی دیوار هستش. تو این ساندبار دوستان خبری از سابوفر نیست و فقط نوار ساندبار رو داریم که اینجا ملاحظه میکنید. یه دفعه شدیم هم هست ملاحظه میکنید کابل اپتیکال هستش برای اتصال سینی ساندبار به تلویزیون. و این هم از خود ساندبار که ملاحظه میکنید. این هم از خود ساندبار. خب دوستان این هم از ساندبار سونی مدل HTS100F سال ساخت 2018. حالا حاضر از اون قیمت ترین ساندبار شرکت سونی هستش که شما در بازار ایران میتونید پیدا بکنید. خود اول با بخش طراحی و کیفیت ساخت این دستگاه شروع میکنیم. در قسمت بالای این ساندبار که ملاحظه میکنید یک بافت چربی مانند مشکی رو داریم که از جنس پلاستیک کار شده که طرحش واقعا قشنگه. در قسمت جلو هم ما یک شبکه توری فلزی مانند رو داریم و در قسمت پشتی و تحتانی ساندبار هم اگر دقت بکنید از پلاستیک خشک فشرده مشکی استفاده شده. در کل دستگاه کیفیت ساخت و کیفیت اسمبل بسیار خوبی داره و دستگاه هم ساخت و منتج کشور چین هستش. طول ساندبار 90 سانتی متر، ارتفاعش هم 6.5 سانتی متر و عرضش هم 8.8 سانتی متر. بنابراین به راحتی میتونید این ساندبار رو زیر تلویزیون سایز 50 اینچ و 55 اینچ، حالا تلویزیونی که پای بغل هستن، خیلی راحت زیر تلویزیون قرار بدید. ارتفاعش هم مناسبه و خب نمایشگر تلویزیون شما رو بلوکه نمی‌کنه. وزن ساندبار هم خیلی سبکه، در حد 2.4 کیلوگرمه. تو این قسمت ساندبار لوگوی سونی اینجا کار شده. در قسمت وسط هم ما یک کنترل پنل لمسی رو داریم که میتونید برای خاموش روشن کردن دستگاه، تغییر ورودی، اتصال به بلوتوث، کم و زیاد کردن صدا ازش استفاده بکنید. به صورت تاچ لمسی هستش. حالا اگر نخواستید از این کنترل پنل لمسی استفاده بکنید میتونید از ریموت کنترل خود دستگاه استفاده بکنید برای کنترل ساندبار از راه دور که میتونید خاموش روشن بکنید، ورودی‌ها رو تغییر بدید، هاتای صدای پیشواز دستگاه رو مشخص بکنید، صدای ساندبار رو کم و زیاد بکنید و باهاش آهنگا رو حالا پلی پاس بکنید و یا بزنید آهنگ بعدی و قبلی، که این ریموت هم بسیار ریموت خوش دست و کوچیکی هستش. در این قسمت جلو هم ما 3 تا نشانگر LED داریم که نشانگر وضعیت دستگاه و نوع ورودی که شما انتخاب کردید هستش که به شما میگن رو به تلویزیون متصله یا به بلوتوث یا به پورت USB که در این قسمت مشاهده میکنید. بریم قسمت پشتی ساندبار رو ببینیم که ما اینجا 2 تا سوراخ رو داریم که در واقع برای اتصال ساندبار روی دیوار هستش. به وسیله 2 تا پیچ میتونید ساندبار رو روی دیوار نصب بکنید. برای زمانی که حالا مثلا تلویزیونتون رو روی دیوار نصب کردید میتونید ساندبار هم زیر تلویزیون قرار بدید. اینجا یه دونه حفره خروجی صدای بیس رو داریم. خود ساندبار در واقع 2 تا بلندگوی حفره 30 واتی داره و اینم که حفره خروجی صدای بیس دستگاه هستش که اینجا تعبیه شده. در این قسمت ورودی برق دوچاک این ساندبار رو داریم که ملاحظه میکنید و در این قسمت هم پورت‌های ورودی این ساندبار تعبیه شده که یک عدد پورت USB تایپ A داره برای اتصال حافظ جانبی مثل فلش USB، یک عدد پورت HDMI داره نسخه ARC یا همون کانال برگشت صدای پیشرفته که برای اتصال سیمی ساندبار به تلویزیون از طریق کابل HDMI میتونید ازش استفاده بکنید و همچنین یک عدد پورت ورودی صدای اپتیکال رو داره که از طریق
کابل اپتیکال میتونید سانبار رو هم به تلویزیونتون متصل بکنید و همچنین اتصال به بلوتوث نسخه 4.2 رو داره و شما میتونید هر نوع دستگاهی رو، حالا گوشی، موبایل، تبلت، تلویزیون و یا حالا دیوایس دیگر رو به صورت بی سیم به سانبار سونی کانکت بکنید. خب بریم سراغ ویژگی‌ها، امکانات فنی و توان این سانبار. سانبار S100F شرکت سونی دو کاناله هستش که متشکل از دو تا بلندگوی تویتر 30 واتی هست در کنار دو تا بلندگوی ووفر 30 واتی که مجموع خروجی صدای این سانبار یک صدای با کیفیت و قدرتمند 120 واتی هستش که بیس صدای خوبی هم داره و تجربه این که اسپیکرهای این سانبار از تکنولوژی بس ریفلکس هم برخوردار هستن و خب صدای قابل قبول و با کیفیتی رو میتونم برای شما پخش بکنم. سانبار از تکنولوژی اسفورس فرانسوران هم برخورداره که این سانبار میتونه یک صدای سه‌بعدی و فراگیر مجازی رو برای شما پخش بکنه و یک تجربه لذت بخش سینمایی رو برای شما رقم بزنه. سانبار از تکنولوژی DRC هم برخورداره یا همون داینامیک رنج کنترل. زمانی که داری با این سانبار محتوای دالبی دیجیتال گوش میکنید از افزایش یا کاهش ناگهانی صدا جلوگیری میکنه و همچنین قابلیت وایس مود رو هم داره این سانبار برای زمانی که دارید فیلم میبینید، سریال میبینید، صدای دیالوگ ها و گفتگو ها رو برای شما تقویت میکنه که شما صدای رسالتر و واضحتر و بی نویستری رو با این سانبار تجربه بکنید. سانبار از تکنولوژی براویا سینک هم برخورداره که اگر این سانبار رو به تلویزیون برند سونی متصل کردید که از تکنولوژی براویا سینک هم برخورداره، خیلی راحت میتونید با همون ریموت کنترل تلویزیونتون سانبار رو هم از راه دور کنترل بکنید. و نکته آخر هم که این سانبار رو اگر شما 20 دقیقه بلا استفاده بذارید، یعنی هیچ ورودی بهش متصل نباشه، خودش به صورت خودکار روی حالت اتو استند بای سویچ میکنه که در واقع مصرف برق و انرژی کمتری داشته باشه. در کل این سانبار با توجه به رنج قیمتی که داره، خدمت نرس کردم 5.5 تا 6 میلیون تومان هستش، کیفیت صدای خوب و قابل قبولی داره و حالا صرفا برای اون دسته از افرادی که به هر دلیلی ممکنه صدای سیستم صوتی تلویزیونشون راضیشون نکنه و خب دنبال یک سانبار اقتصادی هستن که صدای با کیفیتی هم داشته باشه و از یک برند معتبر هم باشه، این سانبار قطعاً پیشنهاد میشه. ولی خب اگر دنبال سانبارهای پیشرفته تری هستیش که صدای چند کاناله پیشرفته تری داشته باشن و پشتیبانی از دالبی اتموس رو هم داشته باشن، میتونید سراغ مدل‌های بالاتری مثل S20R و یا S200F برید که اونا هم بر روی وبسایت ما موجود هستش. خب بریم در انتها با هم دیگه تست صدای این سانبار رو از دوربین و میکروفون سلام رو بشنویم. Push it!